سلام به عزیزای دل خداوند در کلیسای 7. 12 سال پیش وقتی که هنوز تازه ایمان آورده بودم به عیسی مسیح، خداوند منو پر از آتش عشق خودش کرده بود و اونقدر اشتیاق داشتم. خب مسلما اوایل ایمان این آتش در ما خیلی قوی تره و من در اون حالت اوج اون احساسات ایمانی بودم. روزی یک عزیزی به ما تلفن زد، یکی از شاگرداش تصادف کرده بود به اسم مهدی و 20 روز تو کما بود و اون روزی که قرار بود دیگه برداشت دستگاه‌های بدنش رو یعنی جدا کنن، ICU بستری بود و دیگه دکترها کاملا تو این 20 روز ناامید شده بودن و فقط این بچه با دستگاه نفس میکشید. من روز آخر به خواهرم اطلاع میدن که پس مهدی تصادف کرده، 20 روز تو کماه و میخوان دستگاهاشو بکشن. وقتی که این خبر رو خواهرم به گوش من رسوند، من خواهرم و همسرم که هر سه به مسیح ایمان آورده بودیم، وقتی که رفتیم به بیمارستان اونجا، من قبل از اینکه بچه رو ببینم سراغ مادرش گرفتم و روح القدس اینطور منو هدایت کرد که به مادرش گفتم قصه نخور، ما کسی رو آوردیم تو این بیمارستان که قادر مرده رو زنده کنه. وقتی که رفتیم پشت در شیشه ICU و اونجا دستم رو گذاشتم روی انجیل، هم دعا با خواهرم و با همسرم برای این شخص دعا کردیم. وقتی که رفتیم از بیمارستان رفتیم بیرون، در دعا بودیم و مرتب دعا میکردیم. دقیقاً 3 روز دیگه یک شنبه وقتی که ما توی کلیسایی نشسته بودیم، تلفن زدن و به ما گفتن که مهدی توی بخشه و میخواد خانم معلمش رو ببینه و ما رفتیم دوباره با همدیگه اونجا و این بچه چشاش باز بود. من با دیدن این صحنه فقط عشق میریختم، خواهرم همینطور، شوهرم همینطور و من گفتم من مادر این بچه رو باید ببینم. گفتم به تبریک میگم و خوشحالم از این موضوع. گفتم ولی میدونی کی پسرت رو شفا داد؟ دیدم سکوت کرد. گفتم مبادا فکر کنی امامزاده ها نظر و نیازهایی که از چیزای خرافاتی و امامزاده ها و اینها هست، نه هیچ کدوم اینها نبود. پسر تو رو تنها عیسی مسیح، خدایی که قادر مرده رو زنده کنه، زنده کرد. و اون گفت آره ایمان دارم و ایمان دارم که اون روز خداوند هم من و خواهرم و همسرم رو واقعا بلند کرد و هم ایمان دارم که در زندگی اون زن اسم مسیح اون روز به گوشش خورد و اون روز خداوند بهش فرصت شنیدن داد و ایمان دارم که خداوند کاری رو که شروع میکنه ناتمام نمیگذاره.